درود بر شما. این قطعه‌ای که اینجا مشاهده می‌فرمایید نمایشگر ولتاژ و جریان که به اون ماژول نمایشگر هم گفته میشه. بیشتر دوستانی که تو الکترونیک فعالن با این ماژول کار کردن. ما از این ماژول میتونیم برای نمایش ولتاژ استفاده کنیم. مثلا در خودرو که ببینیم ولتاژ باتری خودرو چقدره. البته نمایشگرهایی که برای خودرو استفاده میشن خیلی از این شکیل‌تر هستن. یا میتونیم برای نمایش ولتاژ منبع تغذیه از اون استفاده کنیم. یا یک ترانس آهنی رو میخوایم ببینیم چقدر ولتاژ داره، چقدر جریان داره. پس از این نمایشگر میتونیم استفاده کنیم. در بیشتر موارد ولتاژی که این ماژول به ما نشون میده درسته. یعنی اگر یک مولتی متر هم متصل کنیم، عددی که اینجا میبینیم با عدد مولتی متر برای ولتاژ یکسانه. اما مقدار آمپر یا همون جریان غالباً بیشتر نشون داده میشه. مثلا ما میدونیم این لامپ 1 تا 1.5 آمپر رو مصرف میکنه، ولی وقتی به این ماژول متصل میشه ما عدد 3 یا 4 آمپر رو میبینیم. خب اول ببینیم که چجوری باید ارتباطات رو برقرار کنیم تا ماژول روشن بشه و بعد مشکل نمایش اضافه جریان رو هم بررسی میکنیم. این ماژول ها انواع مختلفی دارن. وقتی شما داخل فروشگاه تشریف میبرید یا از سایت خرید میکنید، زیرش نوشته ماژول شنت دار یا بدون شنت یا همون شانت. این زیر این ماژوله. دو تا سوکت داره، یکی 3 سیمه، یکی 2 سیم که الان رو کاغذ براتون میکشم و نحوه ارتباط رو شرح میدم. در اینجا شما یک جای خالی میبینید. اینجا قرار گرفته. در این ماژول هم 2 تا سوکت وجود داره، یک جای خالی در اینجاست. در این یکی شما این قطر اینجا میبینید. این همون مقاومت شانت هست. پس وقتی میگن این ماژول شانت داره، یعنی مقاومت شانت در اینجا هست. ولی روی این یکی نیستش. اینم مقاومت شانت هستش. مقدارشون خیلی کمه. ما نمیتونیم از هر نوع شانتی در اینا استفاده کنیم. اینا همه محاسبه شدن. به کمک مولتی متر هم نمیتونیم اینو اندازه بگیریم. یک نمونه به شما نشون بدم. در این مدار این دوتا مقاومت شانت هستن. نوشته 15000 او. پس مولتی متر ما نمیتونه اینو اندازه بگیره. در این مدارم این مقاومت شانت هستش. این برد دستگاه جوشه. اینم مقاومت شانت هست. حالا من میخوام به کمک مولتی متر میزان اوهم این مقاومت رو اندازه بگیرم. مولتی متر رو در حالت اوهم قرار میدم. دو تا پراب رو به هم متصل میکنم. حدوداً 0.4 یا 0.3 اوهم. تو همین حالت نگر میدارم، رو دکمه ریلیتیو میزنم تا 0 بشه. حالا میخوایم این اندازه بگیریم. دقت بفرمایید. نشون داد 0. پس این مولتی متر نمیتونه مقدار این اندازه بگیره. چون مقادیرشون بسیار کمه. پس وقتی یک ماژول تهیه میکنید، دقت کنید که در اینجا مقاومت شانت هست یا نه. اگر بخواید از شانت خارجی استفاده کنید، باید بتونید اون رو با دستگاه تنظیم کنید. در اینجا غالباً 2 تا پتانسیومتر هم هست. یکی برای تنظیم جریانه، یکی برای تنظیم ولتاژ. اعدادی که روی نمایشگر نشون داده میشه. این پتانسیومترها خیلی ضعیفند و به سرعت هم خراب میشن. 2 تا کانکتور همراه ایناست. یکی 3 تا سیم داره، یکی 2 تا. این 2 تایی برای جریانه و این یکی برای روشن کردن ماژول و دیدن ولتاژ. به این حالت وصل میشن. اگر دستگاه شما مقاومت شانت نداشته باشه، شما میزان جریان رو نخواهید دید. یعنی حتما باید یک شانت تهیه کنید، در اینجا قرار بدید یا از یک شانت خارجی استفاده کنید. حالا چجوری از این نمایشگر استفاده کنیم؟ فرض کنید که یک ترانس آهنی دارید، میخواید ولتاژ خروجی و جریانی رو که این ترانس میده ببینیم. یا یک منبع تغذیه سویچینگ داریم. شبیه این.
پس ما فقط با بخش خروجی کار داریم. من مثال رو ترانس آهنی می‌زنم. این سیمپیچ اولیه ترانسه. 220 ولت 50 هرتز به صورت AC واردش میشه. خروجی هر ولتاژی میتونه باشه. این نمایشگر غالبا تا 100 ولت رو به ما نشون میدن. ما فرض میگیریم 30 ولت هست. 5 آمپر. در اینجا همچنان AC هست. پس برق شهری وارد ترانس آهنی شد، کاهش پیدا کرد به 30 ولت. حالا باید اونو DC کنیم، یکسو کنیم. پس نیاز به پل دیود داریم. این پل دیودی هست. دو تا پای وسط اون ورودیه، دو تا پای دو طرف خروجی. طرفی که پخ داره میشه مثبت. پس به این حالت. اینجا مثبت. و در اینجا منفی. ولتاژ AC با وجود پل دیود یکسو میشه. حالا باید ریپل اون رو بگیریم. پس نیاز به یک خازن داریم. شبیه این. پس خازن رو هم در اینجا قرار میدیم. در اینجا مثبت و منفی. اولین کاری که باید بکنیم، باید این نمایشگر رو روشن کنیم. این ماژولا نیاز به تغذیه دارن. این سیم قرمز و مشکی که نازک هست، برای تغذیه ماژوله. از 5 تا 25 ولت غالباً به این ماژول بدیم روشن میشه. این سیم زرد نشون دهنده ولتاژ خروجیه که در ادامه براتون میگم. ما اگر ولتاژی که در اینجا داریم متغیر باشه و بخوایم این ولتاژ رو به صورت متغیر وارد ماژول کنیم، نتیجه خوبی به دست نمیاریم. پس بهتره که برای تغذیه ماژول از یک رگولاتور استفاده کنیم. رگولاتور باعث میشه که نویز کاهش پیدا کنه و ولتاژ با ثباتی داشته باشیم. پس من رگولاتور رو اینجا قرار میدم. شکل ظاهریش رو میکشم. از رگولاتور 6 ولت استفاده میکنم. 78.06. اگر این عدد 9 باشه رگولاتور منفیه. این عدد 8 نشون میده که رگولاتور مثبت هستش. این پایه ورودیه. در اینجا منفیه و این خروجی آوت هستش که 6 ولت DC رو به ما میده. پس ما خروجی منبع تغذیه یا ترانس رو به این پایه میزنیم، ولتاژ منفی رو به پایه وسط میزنیم و این خروجی رو باید وصل کنیم به نمایشگر. این نمایشگر ماست. شکلش رو بکشم. خط بالا ولتاژ رو نشون میده، خط پایین جریان. دو تا سیم ضخیم داره برای جریان و 3 سیم داره برای ولتاژ تغذیه نمایشگر. پس من سیما رو اینجا میکشم. این دو تا سیم رو اینجا کشیدم، 3 سیم هم اینجاست. سیم مشکی نازک رو به این منفی متصل میکنم. بعدن دلیلش رو براتون میگم. سیم قرمز رو به خروجی رگولاتور. پس الان با 6 ولت این نمایشگر روشن میشه. پس سیم مشکی به اینجا، سیم قرمز به خروجی رگولاتور. هنوز سیم زرد رو متصل نکردیم. حالا خروجی مدار کجاست؟ ما دیگه با رگولاتور کاری نداریم. ما خروجی رو از خازن اصلی میگیریم، یعنی اینجا. پس این خروجی اصلی مثبت هست. منفی هم از همینجا میگیریم، از پایه خازن. ولی چطور به نمایشگر متصل بشه؟ برای اینکه این نمایشگر بتونه جریان رو نشون بده، مقاومت شانت باید به صورت سری باشه. یک مثال براتون میزنم. فرض بگیرید که این ولتاژ برق شهره. AC 220 ما میخواییم از یک فیوز استفاده کنیم. ما فیوز رو در اینجا قرار میدیم به صورت سری به این حالت. بعد از فیوز اگر فاز و نول به هم ارتباط پیدا کنن فیوز قطع میشه.
پس ما هیچ وقت فیوز رو به این حالت تو مدار نمیذاریم، چون این خودش باعث اتصال میشه. مقاومت شانت هم دقیقا همینجوریه، یعنی باید به صورت سری تو مدار قرار بگیره به این حالت. پس وقتی مقاومت شانت در اینجا قرار گرفته، بین این دوتا پایه است، به این حالته. تنها کاری که باید بکنیم خروجی منفی رو اول بیاریم اینجا و از سیم دوم به عنوان خروجی استفاده کنیم، یعنی مقاومت شانت توی مسیر به صورت سری قرار بگیره. خب یک بار مرور کنیم. به کمک یک رگولاتور 6 ولت یا 8 ولت یا 12 ولت فرقی نداره، ولتاژ تغذیه ماژول رو آماده کردیم. وصلش کردیم به این دوتا سیم، سیم قرمز و مشکی. حالا میمونه این دوتا سیم. خازن اصلی، خط مثبت یا طرف مثبت رو مستقیما خارج کردیم، خط منفی رو وارد ماژول کردیم، از مقاومت شانت عبور کرد و در اینجا خروجی داریم. یعنی این دوتا سیم ضخیم رو به اینجا متصل کردیم. پس خروجی اصلی میشه این، منفی اصلی. حالا اگر در اینجا یک لامپ قرار بدیم، به این میگیم لود، جریان از اینجا میاد دور میزنه، از مقاومت شانت عبور میکنه و بر میگرده به منبع اصلی. اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت باعث میشه ما جریان رو اینجا ببینیم. پس جریان نشون داده میشه، ولی ولتاژ خروجی رو همچنان نمیبینیم. دلیلش اینه که این سیم زرد رنگ رو باید وصل کنیم. سیم زرد رنگ مستقیما به اینجا وصل میشه. تو این حالت رگولاتور باعث شد که نمایشگر روشن بشه. وقتی جریان در اینجا جاری بشه، از مقاومت شانت عبور میکنه، جریان رو ما در اینجا میبینیم. حالا برای اینکه ولتاژ رو ببینیم، سیم زرد ولتاژ رو که اینجا وجود داره به ما نشون میده. ما میتونیم از رگولاتور هم استفاده نکنیم، ولی اگر منبع شما متغیر باشه، شما ولتاژ رو کم و زیاد کنید تا اینجا ببینید، این باعث میشه که ولتاژ تغذیه ماژول هم کم و زیاد بشه، که این مناسب نیست. بس بهتره که از یک رگولاتور استفاده بشه. حالا میخوام این مدار رو اجرا کنیم، ولی یک مشکلی در اینجا هست. این لامپ بین 1 تا 1.5 آمپر مصرف میکنه، ولی اگر توی این مدار قرار بدیم، نمایشگر جریان بین 3 تا 4 رو به ما نشون میده. اول مدار رو اجرا کنیم تا خطا رو بهتون نشون بده. اول براتون بگم مدار رو چطور بستم. این یک رگولاتور 12 ولت. این قطعاتی هم که اینجا مشاهده می‌فرمایید برای ویدیوی بعدیه، مربوط به یک مدار نوسان‌ساز. ولتاژ منفی اینجاست، ولتاژ مثبت رو می‌خوام اینجا وصل کنم. پس ولتاژ مثبت از این ردیف میاد، وارد این سیم میشه، وارد لامپ میشه، این سیم برگشت. میاد رو سیم قرمز ضخیم، سیم مشکی ضخیم. از این مسیر و از این سیم دوباره بر میگرده به منبع تغذیه. ولتاژ رگولاتور این سیم به ولتاژ مثبت وصله رو پایه 1، این سیم خورده به پایه وسط و به ولتاژ منفی، دقیقا طبق نقش است. پایه سمت راست خروجی رگولاتوره، این سیم قرمز نازک که وارد نمایشگر میشه. اینم سیم مشکی نمایشگر نازک که به منفی متصله، در واقع با این سیم یکی هست. حالا ولتاژ مثبت رو وصل میکنم. نشون داد 7.8 ولت، جریان نشون داد نزدیک 2.93، حدود 3 آمپر. این لامپ بیشتر از 1 تا 1.5 آمپر مصرف نمیکنه، ولی داره 2 برابر نشون میده. حالا میخوام به کمک مولتی متری که جریان اندازه بگیرم. مولتی متر رو رو حالت جریان قرار میدم. جای پراب قرمز رو میارم اینجا. این مولتی متر تا 20 آمپره،
شاید مولتی‌متر شما تا 10 آمپر باشه. به ولتاژی هم که میتونه تحمل کنه دقت بفرمایید. هر دوتای اینا که این میلی آمپر و میکرو آمپره رو هر دوتای اینا فیوز هست. مشخصات رو نوشته. پس این رو در اینجا قرار میدم. و روی آمپر هست. حالا با چجوری وصلش کنم؟ طبق نقشه یکی از پراپ ها رو باید اینجا بذارم، پراپ دوم مولتیمتر رو اینجا، یعنی مولتیمتر ما به صورت سری باید تو مدار قرار بگیره. پراپ اول رو به کمک گیری سوسماری به اینجا متصل میکنم، پراپ دوم رو وصل میکنم به اینجا. خب همونطور که مشاهده میکنید مولتیمتر هم داره عدد اشتباه رو نشون میده. دلیلش اینه که یک مقاومت شانت دیگه تو مسیر هست. اگر من نمایشگر رو جدا کنم جریان درست رو به من نشون میده. الان فقط مولتیمتر تو مسیر هست. 1.376. مولتیمتر رو خارج میکنم دوباره نمایشگر رو وصل میکنم. خب همچنان خطا وجود داره. ما برای که بتونیم این خطا رو از بین ببریم فقط باید این سیم مشکی نازک رو از مدار خارج کنیم، یعنی جریان فقط از طریق این سیم مشکی ضخیم وارد بشه. الان نشون میده 2.83. من این سیم رو خارج میکنم. دقت بفرمایید. الان جریان درسته. 1.33 که مولتیمتر ما هم تقریبا همین جریان رو نشون داد. پس تو مدار شما اگر تغذیه نمایشگر ولتاژ منفیش با خروجی اصلی یکسان باشه ما باید این سیم مشکی نازک رو از مدار خارج کنیم تا جریان فقط از طریق این سیم ضخیم عبور کنه. مدار خاموش کنم. روی مدار اینا دو تا پتانسیومتر هست، یکی نوشته آی ادجاست، یکی نوشته وی ادجاست. تنظیم جریان، تنظیم ولتاژ. ولی این پتانسیومترها خیلی سریع خراب میشن. شما میتونید اینا رو خارج کنید، یک پتانسیومتر دیگه بذارید یا میتونید از مولتی ترن استفاده کنید. این مولتی ترنه و این پتانسیومتر. البته جاسازی اینا کمی سخته. در بعضی از این نمایشگرها با تنظیم این پتانسیومتر هم شما نمیتونید جریان رو تنظیم کنید. یک مقاومت کنار اون هست. میتونید یک مقاومت دیگه بذارید، با اون موازی کنید یا حتی یک مولتی ترن در اینجا بذارید. اول به کمک مولتی متر جریان رو به دست بیارید، جریان یک بار یا لود رو دقیق محاسبه کنید و بعد مولتی ترن رو در اینجا قرار بدید و مولتی ترن رو تنظیم کنید. تا جریانی که نشون میده با مولتیمتر یکسان بشه. اگه اولین باره که ویدیوهای من رو میبینید ممنون میشم که عضو کانال من بشید تا اعلان ویدیوهای جدید برای شما نشون داده بشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.